توپو بده لطفا. سلام فیروزه. سلام کاووس. توپو بده خواهش میکنم. مرسی. فیروزه صبر کن. میخواستم چند کلمه باهات حرف بزنم. معذرت میخوام. بله حرفاتون همش درسته. ولی از مرگ دخترم شهره هنوز یک سالم نگذشته. خودتون بگین حالا چطور میتونم برای دختر دیگم فیروزه عروسی راه بندازم؟ این واقعا از بخت بد ما بود که شهره نتونست به عنوان عروس قدم تو خونه ای ما بذاره. ولی حالا اگه به جای اون دختر ناکام خواهرش به عنوان عروس تو خونه ای ما بیاد، هم وصلت صورت گرفته و هم فیروزه جای خالی شهره رو پر کرده. این در حقیقت تنها آرزوی من و پسرم کاووسه. البته شما درست میفرمایید، ولی اجازه بدین که با فیروزم صحبت کنم. اگرچه اون الان عازم شماله و امکان داره که این فرصت پیش نیاد، ولی من هر چه زودتر این کارو میکنم. پس منتظر جواب شما. خواهش میکنم. خب دیگه با اجازه. خدافظ. شایین خان، من نمیدانم تو با وجود اینکه سه چهار تا ماشین جور و جور داری چرا بازی ما مسافرت میکنی؟ آخه وقتی این ماشینا خراب شدن، هر چقدرم که نو و آخرین سیستم باشن بازم قرازن دیگه. واسه من هیچ فرقی نمیکنه. فعلا ماشین تو رو عشق است، همین قرازه رو. نه بابا، منظور من اینه که تو که ماشین نو داری چرا با قرقرک ما به شمال میری؟ مسافرت با قارقرک تو این فرصت رو به من میده که با بعضی از مسافرهای خوشگلت آشنا بشم. بابا ای والا، ما از بی مسافری میپکیم تو به خوشگلش میگردی گلک؟ فتو که هیچ مسافری به پستت نمیخوره، با این درآمد کم چجوری؟ این کارت یه کاری نداشته باش آی شاین خان. باشه هر طور که تو بخوای. راست هم میگی، به من چه برمیده؟ بله آی شاین خان، حالا بیه جلو، میخوام یه چیزی محرمانه مستقیم در گوش تو بگویم. خیلی محرمانه است جان تو، خیلی هم سیکرتره. خنده میکنی؟ بیه جلو دی قربان. آه خیلی خوب بودم. بپر بله. آه چیه؟ حالا گوشت بیار جلو. بگو بینم گوشت بده با من اصلا. آها
آهسته میرم، آهسته میام که گربه شاخم نزند. بله فهمیدم، مای تو چی کاره که اینطور با احتیاط حرف میزنی؟ آها، جان کلام همینجاست، ما یه قاچاقچی مربن. یه قاچاقچی؟ باز چی خیال کردی من از اون بوتو مرده هاشم؟ ببینم، تو قاچاق چی میکنی؟ قاچاق ماهی قربان تو برم. از تهران ماهی دودی میخرم میبرم شمال میفروشم، از شمال اجناس لوکس و فرنگی میخرم میبرم تهران میفروشم. با بابا دست خوش. با این حساب باید کاروبارات خیلی سکه باشه. باز چی؟ تو دیگه زری رو دست مولا نصرالدین. چجورم؟ با واسه اینه که مسافر سوار نمیکنی ها؟ البته. ای کلک کلک. خوب دستت خوندم. خب ببینم، لابد الانم یه مقدار زیادی ماهی دودی تو ماشین قایم کردی که ببری شمال آبشون کنی ها؟ او رفتی نساسیا، اما این به تو مربوط نیست. شطور دیدی؟ ندیدی. راجع به ماهی صحبت نکن که خیلی خطرناکه، خطرناک. لعنتی، معلوم نیست چه مرگشه. نگه دارین، نگه دارین. با فرمایش شاهین خان، اینم یه دنه مسافر خوشگل. آره نگه دار، مثل که یه گرفتاری برای شما ده، شاید بتونیم بهش کمک کنیم. دست پاچه نشو، صبر بکنم اول ببینیم جریان چیه. سلام عرض میکنم جیگر جان، چی شده؟ ببخشید آقایون، این وظیفه شماست که به یه خانم کمک کنیم. نفهمیدم، حالا ما وظیفه داریم، با ما چی مربوطه؟ لطفاً یه نگاهی به موتور ماشین ما بکنیم ببینیم شده. پاک از کار افتاده. ماشین نیست در بدر. هر کاریشون دارم روشن نمیشه. پاک اوراق تو که پدر صاحب موتور در آوردی، چیزی نماندگه. من کاریش نکردم آقا، درست حرف بزنی. نفهمیدم، این که طلبکار شد برد. لابد یه بلای سرش آوردین که از کار افتاده دیگه. آخه من نمیفهمم، مگر رانندگی هم خانندگی اگر راحت باشه؟ با مرگ تو اگه دست من باشه نمیذارم یه دنه زنانه پشت پروان بنشینه. خیلی حرف میزنی، همش تقصیر شماست، وگرنه نفهمیدم، گفتی تقصیر ماست؟ خب راست میگه، تقصیر ماستم، با ما چه مربوطه به کار دیگران دخالت بکنیم؟ بریم ببینم بابا، بریم ببینم. نه خواهش میکنم، من ازتون معذرت میخوام، منظورم این بود که تقصیر خودمه. لعنتی. حالا شدی دختری حسابی، هر چی من میگم اول باید گوش بدی. بله چشم، بفرم. باریکلا، بپر بالا پشت فرمان، بغل دست من بنشین ببینم. بودو بله یال. چشم، سوار بشم. بفرم بالا. مرسی. اومتر. باریکلا، گفتم بغل دست من صاحب ماشین، منم تو اون ور میشنینه. ما رو کجا میبرین؟ ما سر حوصله داشته باشی دیگه، چی رو نگه داری؟ نگه داری؟ بلش کن بخوری نگه داری؟ خانم تو باران ده هر بزنی یه بابا شکایت کن بگو بزنی هر بزنی تو کل باش میکنه با کجا میگی؟ بگی نه باز بگی خانمو کل بپسر بیش حقیقانه وای کیف کردم با مرگ تو بلم کنی نبا زدی؟ کشتیش وای بر من، مثل که تلفات شد دوتا. برای من چیکار کنم؟ جواب نمیدین؟ پرسیدم اون آقا چه شد؟ مرد خانم. او دیگه چه شد؟ خانم بلند شو ببینم، بلند شو. چی شدی؟ آقا چطور شد؟ اون آقای راننده رو میگم. بیچاره مفت و مجانی مرد، بدون اینکه زن و بچهشو برای آخرین بار ببینی. چی کارش کردی؟ چه بلایی سرش آوردی؟
کنار رودخونه چالش کردم که حداقل آب و هواش خوب باشه. اون خدا بیامرز در به در ضعف اعصاب داشت. تو نمی باس با چمدون اونم در حال رانندگی میزدی تو سرش. تو رو خدا حالا یه کاری بکنیم، به من کمک کنیم. به خدا من هیچ منظوری نداشتم، نمیخواستم اینجوری بشه. وای حالا من یه قاتلم. نه دیگه گریه هیچ فایده نداره. چند ساعت دیگه سر و کله پلیس پیدا میشه. بعدش هم بازداشت، بعدم محاکمه، بعدش هم شهادت من که کی باعث قتل. من به هیچ وجه کشتن اونو نداشتم. آخه مگه من قاتلم؟ اونم قاتل یه آدم بیچاره‌ای مثل اون راننده. بیچاره خودتی بدبخت. خیال تمومی جون. گره نکن، خودم یه کاری واسط میکنم، به شرط اینکه این جنایت بین من و خودت بمونه. خیالت هم راحت باشه، در این صورت هیچ مدرکی هم باقی نمیمونه. اون بدبختم تا 100 سال دیگه کسی نمیتونه پیداش بکنه. یعنی شما به من کمک میکنی؟ بله. وای متشکرم، قربونتون برم الهی، متشکرم. اصلا فکرشم نکن که یه نفر کشتی. اطمینان داشته باش که پلیس هیچ مدرکی نداره بهت مشکوک بشه. منم این رازو تا دم مرگ به هیچ قیمتی فاش نمیکنم. وای شما واقعا مرد خوبی هستین، چقدر فداکار. به کجاشو دیدین، این که چیزی نیست. وقتی بدبختی کارو دیدم به خودم گفتم کامبیز، زندگی ارزش نداره که تو نخوای به دختر بیچاره کمک بکنی. این بود که یه دفعه تحریم خودم رو گرفتم. متشکرم، متشکرم. راست راستی شما بشر نیستی، آدم نیستی. نفهمیدم، پس چیم؟ کشتی. خب رسیدیم، خیلی متشکرم، نگه داریم. این صدا چیه؟ نمیدونم، شاید گربه چیزی بالای ماشین خوابش برده. مارست چی؟ از شما واقعا ممنونم، امیدوارم که یه روزی بتونم جواب این همه محبت و فداکاری شما رو بدم. اختیار داری، این چه حرفیه؟ من که کاری نکردم. یه راننده یه احمق قاچاقچی رو کنار یه رودخونه خوش آب و هوا چال کردم. تازه باید خیلی هم ازم ممنون باشه. آه تو بیمیری، خیلی هم از تو ممنونم. اصلا از کی حرف میزنین؟ زنده رجبی چیه؟ چی نگاه میکنی؟ کجا یکیه که داری میذارین در میرین؟ بی شرفا، حق بازا. حالا بهت میگم که دیگه من ماست چقدر کره داری. خانم من میدونم چقدر کره داری. طرف شدیم بازم زنی. الو هتل ساحل، ببخشید میخواستم یه اتاق دو نفره رزرو کنم. بله به اسم شکوهمند، متشکرم. پس تو ویلای ما نمیمونی فیروزه جون؟ حتما میخوای بری هتل؟ آره جام رزرو کردم. فیروزه من هنوز این چیزو نتونستم بفهمم. چی رو؟ فرض کنیم که خواهرت تو هتل عاشق اون جازیسته شده، فرض کنیم که اون پسره به هیچ جواب رد داده، ولی آدم سر یه موضوع به این کوچیکی که آخه خودکشی نمیکنه، نه؟ همینو میخواستی بگی؟ بله. ولی جریان اون دو نفر از عشق و عاشقی هم گذشته بود. خواهرم تو آخرین نامه‌ای که دو روز پیش از مرگش برام نوشته بود گفته بود که اگه اون بهش جواب مساعد نده دیگه با چی میتونه زندگی کنه؟ مرگ براش بهتره. ببینم، تو خودت این جازیسته رو دیدی؟ نه، تا حالا ندیدمش، ولی اینجوری که شنیدم ارکسترش بازم برای اجرای برنامه میاد هتل. حالا فهمیدی برای چی میخوام برم هتل ساحل؟ گفتی اسمون جزیسته چیه؟ شاهین. ضبط صوت شروع کن. بفرمایید. متشکرم پسر. خانمو به اتاق رو به دریا راهنمایی کن. چشم. گوش کن شاهین،
من میخوام چند کلمه با حرف بزنم. نگاه کن چه دریای قشنگیه. چرا حرف منو قطع میکنی؟ چرا نمیذاری با صحبت بکنم؟ آه تو هر وقت هر چی دلت خواسته گفتی، اما من حالا حوصله‌شو ندارم. میدونم تو هیچ وقت حوصله‌شو نداشتی. خیلی خوب، بهتره دیگه تموم کنیم. گفتم که من حوصله بگو مگو ندارم. آره میدونم حوصله دید زدن و چشچرونی داری، درسته؟ اگه منم پارسال با خواهرم اومده بودم تو این هتل، شاید هیچ وقت اون اتفاق وحشتناک نمیافتاد. آه ولی این بازی لعنتی هنوزم تموم نشده. یعنی تو هنوزم فکر میکنی تمام تقصیر گردن شاهینه؟ شاهین؟ اگه عشق دروغی شاهین نسبت به خواهرم وجود نداشت، اون هیچ وقت دامنش لکه‌دار نمیشد. امروز بالاخره با این پس فطرت روبرو میشم، درست موقعی که فکر میکنه شکار تازه‌ای به چنگ آورده. اون وقت حسابی خدمتش میرسم. هرشن دیدن اون برام عذابیه. سلام 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 سلام. ببخشید بفرمایید. مثل که ما هر جمع هم دیگه میرسیم، من باید یه کمکی بهتون بکنم. ها اینجام که سر و کلت پیدا شد. اگه اجازه بدین تا اون سر دنیا باهاتون میام. این آقا کیه فیروزه؟ بنده بهت که گفتم این آقا همون آقاییه که تو باهاتون کمک. اجازه بدین خودم رو معرفی کنم. اسم مخلص کامبیز رستگاره، به هم میگن کامی. هرچند که شاعر نیستم، ولی هر وقت یه دختر خوشگل و مامانی ببینم طبع شعرم گل میکنه. آفرین خیلی جالبه. قربون شما. خب میای دارین یه عدد شعر خوشگل و دست اول مهمونتون بکنم؟ ها آره بگو. ببین اگه به این یارو رو بدی کم کم سوارت میشم. آه نه 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 نه، من همینجا جام راحت راحته دیگه، چرا بیام سوار شما بشم؟ ها ببخشید. سلام عرض میکنم کامبیز خان. آقای شاهین براتون پیغام فرستاده. دادش ببینم. با اجازه. عجب گیری افتادم ها. مردم تو این دنیا چه توقعی از آدم دارن؟ مگه چی شده؟ اون جازی سر میشناسی؟ کی؟ شاهینه میگم دیگه. آم بله بله. پاک منو دیوونه کردی. مرتب یا شعر میخواد یا غزل میخواد. دیگه از دستش خسته شدم. حالا میدونی چی برام نوشته؟ نوشته امشب صداش گرفته، فقط میتونه جاز بزنه. از من خواسته که برم به جاش آواز بخونم. مگه بنده مطربم آقا؟ اختیار داری. خدا نکنه قربان. یعنی آقای شاهین نمیدونه من کی هستم؟ اختیار دارین قربان. چطور ممکنه کسی پسر جواهرچیان میلیونر معروف رو نشناسه؟ خیلی خوب، با این وجود از من میخواد که تو هتل آواز بخونم و آبروی خودم رو ببرم. غیر ممکنه. بهش بگو من آواز نمیخونم، فهمیدی؟ حالا این یه دفعه‌رم قبول بفرمایید قربان. گفتم نمیتونم. برو یالا، برو بذار کارم برسم. خدا رو شکر عجب شانسی آوردیم. چطور مگه؟ آخه فکرشو بکن، ما پاشدیم اومدیم اینجا که امشب آواز شاهینو بشنویم، اون وقت جاش باید صدای خر در چمن آقا رو گوش کنیم. نفهمیدم صدای خر در چی؟ خودت بهتر میدونی.
شود سحر امشب جز تو به کسی نکنم نظر امشب آخر به لبم می بوسه میریزم آن لب که زدن به دلم شرر امشب آخر به لبم می بوسه میریزم آن لب که زدن به دلم شرر چشم من مشو پنهان که میمیرم نگاهم کن که بیتابم به خنده گل مشو گریان که میمیرم نگاهم کن که مستم از نگاه تو ز چشم من مشو پنهان که میمیرم امشب به یک اشاره عاشق شدم دوباره امشب ماه و ستاره رقصد به ساز من قلب چه مهربونه چشمت بلای جوره تنها خدا میدونه راز و نیاز نه بابا صداش بدن نیست من اینجام شاهینو بگیر خیلی خواهد براوو خیلی عالی بود متشکرم مثلا از من چی؟ از منم میاد؟ نه من به طور کلی از معاشرت با دکترها وحشت دارم برای چون خاطره ی خوشی ندارم پارسال درست همین موقع یه دختری که با من سر و سر ریم نداشت خودشو از طبقه ششم هتل انداخت پایین و کشت اون وقت این وسط فقط من بدنام شدم همه مردم یه جور دیگه به من نگاه میکنن میخوای بگی تو این کارو نکردی؟ اصلا به من چه مربوطه؟ چرا این حرف رو واسه من میزنی؟ نکنه برای من نقشه ای کشیدی؟ نقشه؟ برای شما؟ درود بی پایان بر لیلی و مجنون مدل به 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 چه شب شاعرانه ای راست راسته که حق دارین گل بگین و گل بشتوین اونم چقدر با حرارت جناب آقای شاعر و نوازنده و سراینده و خواننده اولا حرفای ما به شما هیچ مربوط نیست دوم این که بهتره رفع مزاحمت کنیم مامان عزیزم من خیلی سردم شدی پیشنهاد میکنم بریم ولی آقای کامبیز چی؟ ایشون تنها میمونن هیچ خوب نیست شما حسین ایشونو نخوری کامبیز خان احتیاج به تنهایی دارن آخه باید شعر بسازم خدافظ کامبیز جان شب بخیر شب بخیر شهی جان شب بخیر او وحشت نکن عزیزم منم فرشته بگو ببینم چه نقشه‌ای برای این یکی کشیدی نقشه؟ او ناراحت نشو عزیزم نترس مطمئن که سرم بره رازتو حفظ میکنم من برای تو یه پلیس مخفی خوبی هستم پلیس مخفی؟ پلیس مخفی کسی احتیاج داره که اسرار مخفی کردنی داشته باشه فرشته خانم من خیالم از هر لحاظ پاک پاک هیچ رازیم ندارم اگه یه دختر دیوونه به خاطر من خودشو از بین برده تقصیر من چیه؟ تقصیر تو؟ نمیدونم ولی این سوالیه که همه از تو میکنن آیا تونستی تا حالا جوابی بدی؟ تو اون جریان خودکشی بدنام شدی درسته ولی من ولی ما بینیدی شاهین ما تا وقتی که با هم باشیم هیچ کس نمیتونه به تو زنیم بشه متشکرم خب حالا بهتره بری بخوابی منم خیلی خستم شب بخیر شب بخیر بیشتر از این چیزی نمیدونم
باور کنید که منم زیاد از کامبیز خوشم نمیاد. خب حالا دیگه میتونیم بریم چون خیالم راحت شد. شما از چی صحبت میکنید؟ فردا با فیروزه کنار رودخونه قرار ملاقات گذاشتم. منم وظیفه خودم میدونم و از اتاقم خارج نمیشم. آخه ناسلامتی مریضم. تو باید بری. صبر کنی، کجا داریم میریم؟ حالا تشریف داشته باشیم. خیلی متشکرم، اینجا یا جای شماست یا جای منه. بسیار خوب، ولی بهتون بگم بی خود دارین انتظار میکشین، برای اینکه طرف نمیاد. طرف کی؟ شاهین دیگه. تو از کجا میدونی؟ خودش اینو به من گفت. چی رو گفت؟ که سرکار خانم دعوتش کردیم اینجا، ولی اون اصلا نمیتونه خدمت برسه. پس اون نیمت تو پا شدی جاش اومدی ها؟ بله دیگه. بله اون زهر مار. سب کن گوش کن بهم چی میگم. اون یه چیزی دیگه هم بهم گفته ها. دیگه چی بهت گفته آقا پسر؟ من اگه جای تو بودم قید این پسر رو میزدم. اصلا شما دوتو با هم جور در نمیاین. عوض این شاهین آسوپاس تو باید یه شخص محترمی رو گیر بیاری که لنگه جنابالی باشه. بله نه خیلی زیاد، ولی خب یه خورده سبک سنگینش کن. من همین که از یه خانواده متشخصم و هم پولم از پارو بالا میره. راستی؟ آره والا دروغ نمیگم جون شما. همین جنگل رو اینجا میبینی، تمام این جنگل ها جزو املاک ماست. اون کلبه و خلاصه این تمام این جنگل ها همش مال خودمونه. مثلا اونجا نگاه کن، اون قصر افسانه ای رو که بالا تپه‌ست میبینی. حتما اونم مال جنابالی. دنده اون مال عموجیونمه. واسا گوش کن کامبیز خان، من نه به پول تو احتیاج دارم نه علاقه به قصر عموجونتون. فقط میخوام یه چیزو بدونم، پیغام شاهین چی بوده؟ خیلی دلت میخواد بدونی شاهین چی گفته ها؟ چشم، الان عرض میکنم. شاهین گفته که چه چشمای قشنگی داری. اینو شاهین گفته؟ نه اینو خود خانم فیروزه عزیز. از اصفهان به هم خبر رسیده که پدرم سخت مریضه، برای همینه که مجبورم به اصفهان برم. نمیدونم کی میتونم برگردم. اگه میخواین هرچه زودتر پیش شما برگردم، به هر نحوی شده از دوست من کامبیز خان بخواین که به اصفهان بیاد. اگه کامبیز خان فقط یک روز اونجا بیاد میتونه پدرم راضی کنه و من همراه اون برگردم اونجا. در غیر این صورت ممکنه تا یک ماه دیگه نتونم مراجعت کنم. آرزومند دیدار شما شاهی. خیلی بد شد، حالا نمیدونم چی کار باید بکنم. من که نمیتونم یک ماه منتظر اومدن شاهین بشم و اینجا بمونم. این که قصه نداره، خودش که واسط نوشته کامبیزو بفرست اونجا اونو ورداری بیاری. آخه میترسم کامبیز راضی نشه که بره. چی داری میگی؟ تو میتونی با یه خورده اشوه همچین خرش کنی که تا جهنم هم بره. پاشو بریم کامبیزو پیداش کنیم. پاشو. معذرت میخوام آقا، ممکنه لوپ قوس و قزح. بله متشکرم، مرسی. خیال تو ز خواب خوش کند بیدارم، نمیدانی ز شوق تو چه حالی دارم. رمم امشب ره مستی دلم میگوید که عشق تو کند آخر گرفتارم. بیا دست تو را گیرم ربا بی پروا،
به دنیایی که در چشمم بود چون رایا، تو دستت را به دست من اگر بگذاری، شوم یار وفادارت در این دنیا. نمیخوام نمیخوام که تو یار من باشی، نمیخوام نمیخوام به کنار من باشی، نمیخوام نمیخوام که خورم فریب تو. تو چرا نمیخوام که شوم نصیب تو؟ مرا بگذار من، بگذر که افسونگر چه دنیایی، تو را خواهم که شیرین تر زرایایی، که در چشمم نمیمونی، تو آن سیدی که در دامم نمیایی. ره مستی نشانم ده به جانم شد، جان که من ز دست تو، ز شوق تو لبوس شکفته بر لب من، بیا دست تو را گیرم که مست تو. کلی عوض شده. چطور؟ امروز صبح یایتون میخواست منو قیمه قیمه کنی، ولی حالا همچین مهربون شدی و به این فشار میاری مثل این که میخوای قیمه های صبحتو بخوری. ببینم این کار من خیلی باعث تعجب تو شد. نه نه اصلا با ابدا، پدر بزرگ خدا بیامرزم همیشه میگفت پسرم اینو بدون که عشق سه مرحله داره: مرحله اول نفرت و جنگ، مرحله دوم دوستی و صلح، و مرحله سوم عشق و زناشویی. خب حالا ببینم تو چه نقشه ای داری، چه چیزی باعث شده که رفتارت اینطور عوض شده؟ نمیخوام بگی، شاید یه نقشه. نه 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 نقشه ای ندارم. ببینم اگه یه خواهشی ازت بکنم قبول میکنی؟ خب البته اگه از دست من ساخته باشه. میخوام باهات قرار بذارم که یه جای دیگه ببینمت، ممکنه؟ ممکنیش که ممکنه، اما برای چه کاری؟ اونو بعدم میفهم. کجا کی چه محل؟ بهت تلفن میکنم محلشو قرار میذارم. بسیار خوب، هر طور تو بخوای. چی شده؟ میبینی که چی شده؟ تمام اتاق به هم ریختن. میخوای برم مدیر هتل صدا کنم؟ نه نه وایس ببینم، تو کسی رو ندیدی که دوره ور اتاق من بپلکه؟ نه سب کن ببینم. چرا؟ دو سه دقیقه پیش یه نفر دیدم که نزدیک اتاق تو کشیک میداد، یه پالتو بارونی هم تنش بود، مثل اینکه کاراگاه بود. کاراگاه؟ عجیبه، تا امروز اونا به من کاری نداشتن، حالا گمونم فهمیده باشن که شهره به خاطر علاقهی که به من داشته خودشو کشته. هیچ بعید نیست پلیس به تو زنیم شده باشه، برای همینم امروز در غیابت اتاق تو زیرو کرده تا شاید مدرکی به دست بیاره. درسته که پلیس الان هیچ اقدامی علیه من نمیتونه بکنه، ولی موضوع چطوری به فیروزه بگم؟
اون اطمینان 100% داره که تنها دلیل خودکشی خواهرش این بوده که شاهین دامن عفتش رو لکه‌دار کرده. عجب مصیبتی. حالا از شاهین به شدت متنفر، چنان ازش منزجره که اگه میتونست. سلام شما، حالتون چطوره؟ نمایش امشب تموم شد؟ هنوز که نه. پس اومدی این بالا چیکار کنی؟ اینجا طبقه ششم هتله. خب بگو ببینم این طبقه تا کف حیاط تقریبا چقدر فاصله داره ها؟ منظورتو نفهمیدم. نفهمیدی یا نمیخوای بفهمی؟ نمیخوای اقلا یه خورده به این خواهر کوچیک رحم کنی؟ آخه اون خیلی جوونه، یه کاری نکن خودشو از همین طبقه بندازه پایین، ممکنه ماجرای قتل پارسال دوباره تکرار بشه. من دارم کم کم از تو میترسم. از من؟ برای چی؟ برای اینکه تو 24 ساعت به فکر شاهین هستی و یه دقیقه هم به من فکر نمی کنی. حتی میخواستی این همه راهو بکوبی بری اصفهان برای دیدن شاهین. درسته، ولی اگه منم تلفنی از برگشتن شاهین با اطلاع نشده بودم و اومدن شاهینو به تو خبر نداده بودم، تو الان فرسنگا راهو بی خودی رفته بود. درسته؟ آره، اینو میدونم. تو قلبن آدم خوبی هستی، واقعا اینطوره. خب بس دیگه بابا، اینقدر تعارفتی که پاره نکن. نه نه نه، به خدا راست میگی. ای کاش خواهرم شهره با یه مردی مثل تو آشنا شده بود، اون وقت هرگز دست به خودکشی نمیزد. تو میدونی اون پس فطرتی که باعث مرگ خواهرم شد کیه؟ ابراهیم، من اونو هرگز نمیبخشم. اون باید انتقام خون خواهر بیگناه همو پس بده. خیلی خب بس دیگه، اینقدر ناراحت نباش، به کمک هم میکنی؟ کمکم میکنی؟ این دیگه سوال نداره، خب معلومه که کمکت میکنم. خب حالا یه خود بخند. میدونستم که تو خیلی مهربونی. ممنونم. پس بخند، بخند تا کام شیرین بشه. چی گفتی؟ کام؟ راستی یادم اومد، باید کام ما رو تو شیرین کنی. آهای بچه ها، یالا را بیافتیم، بیاییم بریم مهمونی. بریم بریم همونی کامی. بیان سب کنیم. سب کنیم، اول من برم، بی دعوت نمیشه رفت اونجا. سلام قربان. سلام. بفرمایید. متشکرم. من میرم یه کمی کار دارم، شاید چند تا از دوستان بیان اینجا، اونا رو ببر تو سالن ازشون پذیرایی کن، من نزدیکی های زور برمیگرد. اطاعت قربان. چشم. احمد خوشگله، حالا چطوره؟ بله. سلام قربان. سلام، ببینم عمو جون منزل هستن؟ بله، عمو جون؟ آره دیگه، آقا رو میگم نیستن؟ نه خیر، ایشون تشریف بردن شهر، همین الان رفتن. خیلی خوب، مهم نیست که خونه نیستن، تو برو در سالن باز. چشم قربان، همین الان باز میکنه. هی بچه‌ها چرا اونجا وایسادین؟ یالا بیاین تو معطل نکن. اینو که همه دنیا میدونن، پرسیدن نداره. عمو جون بنده کمال الدین خان دیگه، نگاه کنید چه دم و دستگاهی داره. چرا دستور نمیدی ازمون پذیرایی کنم؟ راست میگی ها، نمیدونم چرا خودمم یهو گیج شدم. آی پسر اینجا. بله قربان، بفرمایید. اینو که میگم بیار. برو چای بیار، شیرینی بیار، شربت بیار، میوه بیار، هر چی داری برمیار. بودو 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 بینم. خب بچه مچه ها، با یه آهنگ و یه خورده قیر دادن موافقین؟ آره آره. این سر و صدا چیه؟ وای وای وای، نمیدونم ارباب چرا هنوز نرفته برگشت.
خب هر چقدر رقصیدین دیگه بسه، حالا یه خود ویتامین گیری کنین. موافقین؟ آره. قربون آدم چیستم. خیلی خب، شاید تا حالا سیب خوب تو زندگیتون زیاد خورده باشین، اما سیبای خانم و جون من سرخ و گندن حتما تا حالا نخوردیم. برای بچه ها این سیبای باغ عمو جون من تو دنیا مشهور و معروفن. مرسی. ببینم نکنه عمو جونت بیاد خونه و ببینه ما تمام سیباشو خوردیم و وقت عصبانی بشه تا رو کتکت بزنه. ها عمو جون من اینقدر آغاز و اینقدر ولخرجه که فکرشو نمیتونی بکنی. از طرفی تو نمیدونی که عمو جونم چقدر منو دوست داره. اگه الان خودش اینجا بود و میدید که کامبیز برادرزاده عزیزش اینجاست و همراشم یه گله دختر خوشگل ورده که تمام سیبا رو بریزن تو خندق بلا، از خوشحالی میترکید. بخور دیگه، بخور مال مفت دختر، بخور. چرا همینجوری منو بر بر نگاه میکنی؟ خب پدای سرت کشی کرد، نه سلامی نه چاق سلامتی نه احوال پرسی، یا جوری به من زل زدی مثل اینکه که عمو جون تو اصلا نمیشناسی، یا اینکه فکر کردی من یه هیولا هستم. آره چی یالا یالا عمو جون تو بغل کن. چرا جشن خورم بغل میکنم. خدای خدا بنده خودم رو سپردم به خودت. آفرین بر تو برادر داده جتون، بری کنگه اصلا اقدام عجیبی هست. بله هر چقدر بهش محبت میکنم بازم من وحشت میکنم. الان یاد اون وقتا افتادم که این کوچیک بود، من تو رو بغلت میکردم، تو هم مرتب رو لباسای من جیش میکردی. کجا داری میری؟ نمیتونستی قبل از اومدنت یه تلگراف بزنی به عمو؟ چرا؟ ولی آخه چرا فرار میکنی؟ آخه چی؟ آخه اینجا ما راستی نگفتی این دختر خانوما کی هستن؟ چرا به من معرفیشون نمیکنی؟ چش اون یکی اسمش فیروزه است، سیب خیلی دوست داره، بقیه هم سیب نخوردن، همه از دوستای خوب و وفادارشن. بله پس فیروزه دوست دختر توه. بله یعنی نخه اما دختر تو دل برویی. بله خوب چیزی. خب بچه ها میخوام امروز همگی با هم نهار بخوری، موافقی؟ موافقی یا نه؟ نه خواهش میکنم به خودتون زحمت ندید، ما به اندازه کافی بهمون خوش گذشته، واقعا دیرمون شده باید بریم دیگه، زحمتو کم میکنم. تعارف میکنی پس بذاریم برای یه روز دیگه. باشه اموشو باشه، پس با اجازه شما بیم بریم بخواه. خدا منم که دم در با آتون میاد. چوب کاریمو نکنین امو جان. خیلی متشکرم امو جان، واقعا از پذیرایی شما ممنونم. خداحافظ شما. ببینم چجوری میخواین همه را رو تا شهر برین، چطور ماشین منو ببرین؟ نه متشکرم امو جان، ما خودمون ماشین داریم، ماشین اون پشت اون تپه هست. بسیار خوب، اشکالی نداره، هر جوری که میلتونه. خداحافظ امو جان. خداحافظ. بریم. چطور بود؟ خوب بود خونه امو جون من؟ به این میخندی؟ این کلا که مال من نیست، یه دقیقه صبر کنین الان برمیگردم. کمال الدین خان، من تعریف شما رو زیاد شنیده بودم، ولی حالا برام یقین شد که شما یه فرشته این. من که کاری نکردم پسر جان، منم از این کارا زیاد کردم. برو جانم، برو خوش باش، هر وقت هم احتیاج پیدا کردی فورا بیا پیش من. از اینکه منو پیش دخترا روسیا نکردین یه دنیا ازتون متشکرم، قربون شما. خدا به همراهت پسر. او راستی یادم رفت اینو بهتون بدم، من کلا شما رو برشم. باش سر خودتون، قربون شما، برام زیاد. خدافظ. سلام پدر. چقدر خوشحال شدم کی اومدی. تو رو خدا حرف بزن پدر، میدونم که از من دلخوری، چون بدون اینکه بهت خبر بدم اومدم اینجا، اما تقصیر من نبود پدر، این فرخنده ای آتیش به جون گرفته به زور منو آورد اینجا. رو تو برم، تو منو کشوندی اینجا. بی خودی چخان نکن، من تو رو کشیدم یا تو منو کشوندی اینجا؟ نگاه کن بچه‌س، من تو رو آوردم اینجا، تو منو آوردی. خیلی خوب، بس کنین دیگه، بی خود شلوغش نکنین. زود باشین چمدوناتونو ببندین، باید از اینجا بریم. چی؟ بری؟ بله، حالا دیگه ما اینجا یه خونه شیک و قشنگ داریم، دلیلی نداره که تو هتل بمونیم. من اومدم اینجا که استراحت کنم. هیچ میدونی کیا همراه من اومدن؟ کیا؟
کابوس و پدرش. ای وای. ای وای دیگه چیه؟ هیچی پدر، چیزی نیست، هیچی. خب، پس اگه چیزی نیست، زودتر چمیدوناتونو وردارین و بیاین پایین. من میرم صورت حساب هتل رو بدم. کیه؟ من آقا خانم. بیا تو. سلام خانم. سلام. خب، چه خبر؟ پلیس به شاهین مشکوک شده. فکر کنم پتش دیگه رو آب بیفته. که اینطور؟ بسیار خوب. باشه، بعدن در این باره صحبت میکنی. برو دیگه. سلام. سلام. متشکرم. سلام شاهین. سلام خسرو. اینجا چی کار میکنی؟ چه خبر؟ از بدشانسی ما، پدر فیروزه از تهران اومد، اونا رو با خودش برد. اونا رو؟ آره دیگه، فیروزه. نفهمیدی کجا رفتن؟ نه، فقط دیدم که از هتل رفتن بیرون. عجیبه، اون خداحافظی؟ باید فورا برم دیدن کامبیس، حتما. متشکرم. فیروزه، میخواستم چیزی بهت بگم. بفرمایید. حتما خبر داری که پدر من و پدر تو درباره ماها چه تصمیمی گرفتن. کاووس خان، اگه این حرف رو فراموش کنی خیلی بهتره. درباره منم هیچ کس غیر از خودم نمیتونه تصمیم بگیره. منم تصمیم خودم رو گرفتم. با کسی که قرار بوده با خواهرم ازدواج بکنه هیچ وقت ازدواج نمیکنم. حالا این آدم هر کی میخواد باشه. الانم میخوام برم کار دارم. خداحافظ. فیروزه. فیروزه، یه دقیقه صبر کن. زمینه من حلقه انگشتر یا ناز و کرشمه از تو از من تمنا چون و چرا نداره دنیا همینه شیطون بلا جویم تو را صحرا به صحرا یک بوسه از کنج لبات دارم تمنا یک بوسه از کنج لبات دارم تمنا ستاره آسمون نقش زمینه محلقه انگشت دریا ناز و کرشمه از تو از من تمنا چون و چرا نداره دنیا همینه شیطون بلا جویم تو را صحرا به صحرا یک بوسه از کنج لبت دارم تمنا لای 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 هیچی. فقط امروز شما بیاین خونه فیروزه و حقیقت جریانو به فیروزه و پدرش بگین. یعنی بگم تو برادرزاده من نیستی؟ بلکه خواننده و نوازنده هتل کامبیز رستگار ملقب به شاهین هستی. نه فقط اینو، بلکه جریان من و شهرم براشون تعریف کنین. بگین که شهره؟ شهره دیگه کیه؟ یه دختری بود که اگه یادتون باشه پارسال تو اون هتل خودکشی کرد. یادم اومد. اون خواهر
بزرگتر فیروزه بود. صحیح. ولی بگو ببینم، مگه تو با اون دختره رابطه داشتی؟ فیروزه اینطور خیال میکنه و خیال میکنه خواهرش به این دلیل خودشو کشت که شاهین دامنشو لکه دار. حالا بگو ببینم حقیقت ماجرا چیه؟ حقیقت؟ الان عرض میکنم. همون موقعی که ستاره شهرت من داشت میدرخشید، شهره سعی کرد روی زندگی من سایه بندازه. ما تو هتل با هم آشنا شده بودیم. یک شب که اتفاقا ارکست نداشتیم، یک عده با صدای زفت و سلط مشغول رقص بودن. منم یه گوشه نشسته بودم، مشروب میخوردم و مشغول تماشای رقص بودم. درست مقابل من شهره در یک حالت عجیبی که حاکی از عشق شدیدش نسبت به من بود نشسته و به من خیره شده. میدونی شایی، من سخت عاشق تو شدم. بهتره در این باره بیشتر فکر کنی. من فکرامو کردم. شهره مثل اینکه تصمیمی گرفته بود از جاش بلند شد و با حالت کاملا مصمم در کنار من نشست. بدون اینکه به هیچ کس توجهی داشته باشه گفت: دوست دارم شایی، باور کن خیلی دوست دارم. بله، اون کابوس بود که با عصبانیت به شهره نگاه میکرد. بلافاصله حد زدم که اتفاق بدی رخ میده. بله، بعد از اون اتفاق منم کافر رو ترک کردم. چون خیلی خسته بودم رفتم هتل استراحت کنم. بله بفرمایید. من شهره هستم شاهین. اتفاقی که امشب افتاد واقعا منو ناراحت کرد. دیگه این دعوا تکرار نمیشه، چون نامزدیمو با کابوس به کلی به هم زدم. ولی من که بهت گفتم ما واسه همدیگه ساخته نشدیم. نه این حرفا نزن شاهین، یه خورده سعی کن احساسات منو درک کنی. من همین الان میام هتل پیش تو، میام تو اتاقیت. نه این وقت شب صورت خوشی نداره بیای تو اتاق من. مطمئن باش اگرم بیای تو اتاقم رات نمیدم. من دارم از عشق تو دیوونه میشم شاهین، باید حتما تو رو ببینم امشب همین الان. قسم میخورم اگه در رو باز نکنی خودمو بکشم، فهمیدی؟ هر کاری دلت میخواد بکن، من دیگه حاضر نیستم برای یک لحظه شده تو رو ببینم. الو الو الو، هنوز خوابم نبرده بود که شاهین برو باز کن، خواهش میکنم. بی خود سر و صدا را ننداز، من که تو تلفن بهت گفتم نمیذارم بیای تو. شاهین خواهش میکنم، جونم در خطره، درو باز کن. من حتی تصورشم نمی کردم که اگه اون شب در اتاق روش باز نکنم اون دست به خودکشی می زنه. ولی این کارو کرد. ولی تو نبایستی ناراحت باشی، برای اینکه در این میون تو واقعا بیگناهی. بله، اما کی می تونه ثابت کنه؟ امشب تصمیم گرفتم جریان خودکشی خواهرش و بقیه ماجرا رو برای فیروزه تعریف کنم. اوه نه 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 نه، فیروزه اصلا نباید این موضوع رو بفهمه، برای اینکه برای اون واقعا بد میشه. اگه بفهمه تو شاهین هستی چنون شوکی بهش دست میده که. بله درسته، بله درسته، اون واقعا شوکه میشه. گاهی تو دنیا چیزایی رخ میده که آدم انتظارشو نداره، ولی من معتقدم که با گفتن حقیقت آدم میتونه هر مشکلی رو از سر راهش برداره. این مشکل رو به عهده من بذار، خب؟ من حلش میکنم. بسیار خوب، حالا بلند شو برو، من خودم میام دنبالت. با هم میریم خونه فیروزه. خیلی ازتون متشکرم. نمیدونم چطور جبران کنم. خدافظ. خدافظ. با امید دیدار. خیلی خوش آمدین. خیلی خیلی خوش آمدین. بفرمایین از این طرف. خواهش میکنم عزیزم. واقعا که بنده رو سرفراز کردین آقای کمال دین. خواهش میکنم. بی اندازه مشتاق دیدار شما بودم. پس دختر خانم قشنگتون کجا هستن؟ مثل اینکه منتظر ما نبودن. آه چرا چرا، الان خدمت میرسه. فیروزه؟ آه آمدی؟ بیا دخترم. سلام. 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 به 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 به، بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. خانم بهتون تبریک میگم. برای چی؟ به اون سلیقتون، برای ترتیب دادن مبلمان به این قشنگی. حتما کار شماست نه؟ نه
بله، البته با سلیقه پدرم. راستی پدر جون، مثل اینکه شما هم آقای کمالالدین رو میشناسین. میشناسمشون؟ آقای کمالالدین خان و همه این مردم شمال میشناسن. تنها فامیل ایشونه که شکوه و جلال گذشتشون رو حفظ کرده. متشکرم، بیشتر از این خجالتم ندین جناب شکوه من. کمالالدین خان؟ بله. گمونم ایشون پسر برادر بزرگ شما نجم الدین خان هستن، اینطور نیست؟ بله بله بله. درست شبیه پدر خدا بیاموز. بله بله اینطوره، همینطوره. همون قد و قامت و همون قیافه، تمام حرکات و رفتارش درست مثل بله اینن شبیه مرحوم باباشه. معذرت میخوام عمو جون، اون مطلبی رو که میخواستم بگم الان موقعش. مطلب؟ چه مطلبی؟ این شانس منه که شخصیت بزرگی مثل عموتون به منزل من تشریف آوردن. راستش برای فیروزه خواستگارهای خیلی زیادی هست، ولی وقتی پای شما به میون بیاد دخترم متعلق به خودتونه. خیلی لطف دارین که این همه منو مورد محبت قرار میدین. خب ببینم پس میتونم به این وصلت اطمینان داشته باشم؟ کاملا مطمئن باشین، نه تنها من راضیم بلکه فیروزه خودشم از این موضوع خیلی خوشحاله. آقای شکوه من بهتر ما فیروزه، میخوام یه چیز رو بهت بگم. خب بگو. حقیقتش اینه که من چی؟ من بگو دیگه، من دارم گوش میدم. نه نه امروز نمیتونم بگم، فردا بیا هتل، اونجا جریانو بهت. به مناسبت سالگرد هتل قراره که فردا شب جشن بگیرن. فقط یه خواهشی ازت دارم، اگه ممکنه تنها بیا، باید خیلی چیزا رو برات روشن کنم. موضوع چیه کامبیز؟ همش راجع به خودمونه. اصلا من نمیخوام چیزی راجع به گذشته تو بدونم. بهم قول بده که حتما میای، خواهش میکنم. خیلی خوب، حتما میام، قول میدم. متشکرم. قول شما برای من محترمه. پس میخوریم به سلامتی این وصلت فرخنده. به سلامتی. خانم فرشته برای من پیغام فرستاده که تو اگر امشب خودت آواز نخونی اونم برنامه خودش رو اجرا نمیکنه. هیچ میدونی که امشب به مناسبت سالگرد هتل چه جشن باشکوهی داریم؟ مسخره بازی که نیست آقای شاهین. اگر تو آواز نخونی و نخواهی اسم تو اعلام کنن و اگر فرشته هم نرخصه، اون وقت میدونی چه رسوایی به بار میاد؟ در این صورت منم مجبورم از شما شکایت کنم. حالا دیگه خودت میدونی. خب ببینم شاهین، بالاخره امشب میخوای چیکار بکنی ها؟ معلومه چیکار میکنم. امروز شاهین واقعی جلو مردم جاز میزنه. مگه تو نمیخوای همه چیزو به فیروزه بگی؟ چرا؟ خیال داشتم امشب همه چیزو بهش توضیح بدم، ولی حالا دیگه نمیتونم منتظر بشم شب بشه. یعنی میخوای چیکار بکنی؟ حالا میگم. همین الان براش یه نامه میفرستم. تو نامه تمام جریانو شرح میدم. خواهش میکنم پیش خدمتو صداش کن، این نامه رو الان برسونه به دست فیروزه. بسیار. فیروزه عزیزم، این مطالبی که برات می‌نویسم تمام حقایقی است که تا امروز ازت مخفی کردم و امشب با یک دنیا صفا و محبت برات شرح میدم. امیدوارم که حرفای منو با صداقت بخونی و با صداقت تعبیر کنی. من شاهینم، همون شاهینی که تو به خونش تشنه‌ای، ولی قبول کن که این شاهین در نهایت صمیمیت به تو میگه که من قاتل خواهرت نیستم. امیدوارم بتونم به کمک تو شخصی رو که باعث مرگ خواهرت شده پیدا کنم. حالا ازت دعوت میکنم که امشب به کازینو بیای تا من با پیروزی بیشتر عشق خودم رو جشن بگیرم. امیدوارم خواهش منو قبول بکنی. عاشق ابدی تو شاهین. بیا بگیر. اگه این کارو انجام بدی انعام بزرگتری بهت میدم. متشکرم خانم. با امید امشب شب سالگرد هتل. خانم ها و آقایان، به مناسبت جشن سالگرد هتل مژده‌ای براتون دارم.
امشب هنرمند محبوب و مشهور شما برنامه مخصوصی اجرا میکنه. متشکرم. شاهین.
دلم گرفته تا مرغک من بیا تا بار دگر با تو بخندم بیا با ازش گرفتی تو قاتلی آدم کشی من از تو متنفرم متنفرم خواستم با اتون حرف بزنم من جلالی کارگاه پلیس هستم لطفاً با من بیاید عجیبه آقای کارگاه من حتی اتاقم رو زیر رو کردیم اگه یه دختر دیوونه به خاطر من خودکشی کرده من چه گناهی دارم؟ خودکشی؟ آقای شاهین برخلاف تصور شما و همه شهر خودش از ساختمون پایین ننداخته برچه اون از بالا پرت کردن اون خودکشی نکرد آقای شاهین اونو کشتن اونو کشتن؟ کی اونو از اون بالا پرت کرده؟ برای چی؟ خیال میکنین من اونو کشتم؟ نه تمام جریان من و شهر تو این نامه نوشته شده آقای مدیر این کاراگاه تو هتل چی میخواد؟ والا نمیدونم این پسر شاهین با این دیوونه بازی شاهین منو ترسوندی چرا مثل گربه ها تو تاریکی قایم شده بودی نباید این کارو میکرد آخه چرا گذاشت و رفت چرا گذاشت و رفت ها تو چی خیال کردی خیال کردی آدم خیلی زرنگی هستی من زرنگم تو چی داری میگی خوب میدونم خیال کردی میتونی با دروغ و حق بازی رو کارای ننگینت سرپوش بذاری؟ فکر کردی میتونی کاری کنی که اعمال کثیفت برای همیشه از نظر مردم پوشیده بمونه ها؟ در حالی که دستات به خونه بیگناه آلوده شده اون وقت با این قیافه فریبنده با خیال راحت را میری و میخندی ولی دیگه تموم شد فرشته دیگه کار تو ساخته است رازی رو که قایم کرده بودی از پرده بیرون افتاد تو اون دختر بیگناه کشتی درسته؟ نه نه چی کار میخوای بکنی شاهین؟ من کاری نکردم خواهش میکنم کاری نداشته باش مگه دیوونه شدی برو کنار یا همه چیشو اعتراف کن یا از این پنجره میندازمت بیرون همون بلایی رو سرت میارم که سر اون دختر بیگناه آورده حالا خودت میدونی تو رو خدا بلم هر چی رو که میدونی بگو یا برای همیشه با زندگی خداحافظی کن من قاتل نیستم فقط گناه همین بود که دوست داشتم با تمام وجودم دوست داشتم و همین باعث شد که من که من
فرشته فرشته. وظایف ماست که به هر کسی مظلوم بشیم. شما خودتون به خوبی اطلاع دارید که شخص دیگه ای فرشته رو به قتل رسونده. حتی قاتلم دیدن که از نرده ها رفته پایین و فرار کرده. در این صورت چرا شاهین رو بی خود اینجا توقیف میکنیم و نگهش داشتیم؟ حالا که شما ضمانت ایشونه میکنید همین امروز آزادش میکنیم، ولی مایلم چند دقیقه باشون حرف بزنم. شما میتونید تشریف داشته باشید. خیلی متشکرم آقای کاراگاه، ولی من گرفتارم، برای کار مهمی باید حتما فردا تهران باشم. بیش از این مزاحمتون نمیشم، فعلا خداحافظ تا چند روز دیگه. راستی شاهین، تو هم هیچ قصه نخور. به محض اینکه رسیدم تهران 4 تا از اون دشمنای گردن کلفتتو میکشم، بعد نیم بندشون میکنم و سر میکشم. وقتی برگشتم اول میام پیش تو. هیچ ناراحت نباش پسر جون. خداحافظ. خداحافظ آقای کمال الدین. خداحافظ. خداحافظ آقای کمال الدین. حالا یادم اومد اون شب یارو کت شیکی تنش بود که دگمه‌های خیلی عالی داشت. خوب یادم میاد که گلوی شوهر رو فشار میداد و به مرگ تهدیدش میکرد. به جز اون چه کسی ممکن بود مرگ شوهر رو بخواد؟ راجب کی حرف میزنی؟ راجب کابوس. کابوس؟ آره، همه کارا زیر سر کابوس ناجنسه. اون نامزد شوهر بود، فهمیدی؟ حالا میخواد با خواهرش عروسی بکنه. پارسال موقعی که کشته شد اونم تو همون هتل بود. نه این دروغه، اون شب من تو هتل نبودم. آقای کابوس ممکنه بگید کجا بودید؟ رفته بودم شیراز. نه این درست نیست. شما تو کازینو بودید، همون جایی بودین که شهره رو پرت کردن پایین. نه گفتم که من اونجا نبودم. چرا اونجا بودید؟ آقای کاراگاه مقصودتون از این حرفا چیه؟ منظورتون اینه که پسرم شهره رو کشته؟ خیر آقای نوشزاد، من همچین حرفی نزدم. من فقط مشغول تحقیقات هستم. مگه دختر ناکامم چه گناهی کرده بود که کسی میخواست اونو بکشه؟ چطور ممکنه آقایی به این محترمی رو نشناسم؟ پارسال همین ما ایشون چند روز تو هتل ما بودم. شما منو یادتون نمیاد؟ عجیبه. اون شب که اون دختر جوان پر شد پایین، من خودم دیدم که ایشون تو بار داشتن مشروب میخوردم. محمود؟ بله قربان. اینطور نیست؟ مگه همین آقا نبودن؟ چرا قربان، اون شب به جای پول یه پک ویسکی به من پول یه بطری ویسکی دادن. تا اون روز آدمی به این ولخرجی ندیده بودم. چه روزی از اونجا رفتم؟ اتفاقا تاریخش درست یادمه، فردای اون شبی که اون دختر از ساختمون پر شد پایین. خب آقای کابوس حالا چی میگی؟ درسته من اون موقع تو هتل بودم، ولی این دلیل بر محکوم بودن من نیست. شهره نامزد من بود، شیراز اومدم که اونو ببینم، متوجه هستین؟ ولی چیزی دیدم که مغزم سوت کشید. دیدید که شهره با شاهین دوست شده ها؟ همون وقت با شهره دعوا کردید و حتی گلوش فشار دادید و گفتید که اونو میکشید. بله آدم تو عصبانیت خیلی حرفا میزنه، ولی این حرفا دلیل بر این نمیشه که آدم بخواد واقعا کسی رو بکشه. بله ممکنه، شاید حق با شما باشه. به هر جهت متشکرم آقایون. خداحافظ. خداحافظ آقای شکوهمند. شما کی هستی؟ اینجا برای چی اومدی؟ امشب وقتی میخوای بخوابی یه نفر از پشت اون پنجره تو رو هدف گلوله قرار میده و فردا جسد تو رو همینجا پیدا میکنن. تو اینو از کجا میدونی؟ گوش بده، دلت میخواد قاتل شهره و همینطور قاتل فرشته رو دستگیر کنی؟ چطوری؟ پس بیا اینجا.
اینجا رو نگاه کن، اون جیپ اون پایین میبینی؟ بیا بگیر، اینم سویچشه. هرچی زودتر خودتو به ویلای پنجم پایین تپه سبز برسون و اونجا خواهی دید که سه نفر مرد دارن نقشه قتل تو رو میکشن و اون سه نفر فقط تا ساعت 12 اونجا هستن. فقط یک رو وقت داری. بیا اینجا. چی کار داریم؟ دیوونه شدی؟ صدا در نیاد. خانم عزیز، من ماشینو میبرم و تا موقعی که برمیگردم تو این اتاق زندونی هستی و اگه بخوای یه وقت کارگاه جلالی، من شاهینم، دارم میرم تپه سبز ویلای پنجم، از اونجا جریانو مفصلم براتون شرح میدم. تا 10 دقیقه دیگه میرسم اونجا. اینم بهت بگم، اگه حرفایی که زدی دروغ از آب در بیاد، حسابت پاکه، میرم تحویل پلیس. حالا همینجا بمون تا برگردم. برو اون جلو، هر چی بخوای هست، برو جلو. تو کجا داری میری حالو جون؟ فقیده ای من این نقشرم دشمنان شاهین کشیده بودم، بادارش کردم تو ماشینی سوار بشه که توش بمب گذاشته بودم. شاهینم بی خبر از همه جا سوار شده و جیب منفجر میشه. الو الو، آقای کاراگاه جلالی؟ بله بفرمایید. نخیر، تا به حال که خبری از شاهین به دست نیاوردیم، حتی جسدش هم نتونستیم پیدا بکنیم. ما تا اونجایی که امکان داشته باشه سعی خودمونو میکنیم، ولی امیدی نیست. آقای کاراگاه، ولی من مطمئنم که شاهین هنوز زنده است. اگه خدایی نکرده مرده بود، حتما جسدشو اون طرفا پیدا میکردن. اگه زنده باشه دلیلی نداره که خودشو پنهان بکنه، اون که گناهی نکرده. درسته، حق با شماست آقای کاراگاه، ولی قلب من گواهی میده که اون... آقای کمالالدین، منم قلبم میخوام که شاهین زنده باشه تا بتونم با کمک اون قاتل اصلی رو دستگیر بکنم، ولی فکر نمی کنم اینطور باشه. یعنی امیدی به زنده بودنش ندارم. بله بله بله. خانم فیروزه، خانم فیروزه، صبر کنید. ما این آقای کمالالدین؟ بله بله، منم. ببینم تو سلامتی دوست عزیز من؟ او خدا رو شکر که تو زنده ای. نمیدونی چقدر برات نگران شده بودم. اینجا چیکار میکنی؟ ببینم اینجا کسی دیگه هم زندگی میکنه؟ مگه چی شده؟ هیچی، جواب منو بده. قبلا بهت گفته بودم فقط منو پیش خدمتم عمه. ولی اینجا کسی دیگه هم هست. او نه، کسی دیگه ای نیست. بیا بیا بریم تو دوست من. یعنی چی؟ مثل اینکه تو تازگی ها خیلی خیالاتی شدی. بیا برام تعریف کن ببین. میدونین یه زنی اومد تو هتل، یه ماشین داد به من و برای اینکه منو از بین ببره تو ماشینش بمب گذاشته بود. من اونو تا اینجا تعقیبش کردم. فکر میکنم اون فهمیده باشی که تو داری تعقیبش میکنی، برای اینکه رد گم کنه پیچیده تو خونه من، از اون درم زده به چال.
پس اون باید به خونه شما وارد باشه. اینجا هر کس دلش بخواد میتونه بیاد و بره. بله، اینجا خونه درویشیه، هر کی دلش بخواد میاد و بعدم میره. گوش بده شاهین، تمام این بلاهایی که سرت اومده برات درس عبرتی نشده؟ حتما دشمنات فهمیدن که تو زنده هستی و باز در اولین فرصت برات یک کلک دیگه جور میکنن. درسته، ولی من باید یک کاری بکنم. باید نه، من نمیذارم تو با این اعصاب خراب دوباره را بیفتی و بری کار دست خودت بدی. هرچی عمود میگه گوش بده. بیا بیا تا بهت بگم چی کار باید بکنی. بیا بریم بالا. بیا امشب تو این اتاق بمون، هیچ کس هم بویی نمیبره. تو اینجا قایم شدی. ببین شاهین، جون تو در خطره. تا موقعی که قضیه حل نشده باید همینجا بمونی. شنیدی؟ متشکرم کمال دین خان، ولی من باید اون دختره رو پیداش کنم و همین امشب هم این کارو میکنم. اگه یه خورده حوصله کنی همه کارا درست میشه. یه کمی خونسرد باش پسر جون، همه چیزی بذار به عهده من. شما گوش کنین. دیگه گوش کنین نداره. زود باش لباسات عوض کن، بگیر راحت رو تخت من بخواب. بهت که گفتم خونسرد باش. اگه پیژامم خواستی اونجاست، از تو کمد من وردار و بپوش. شما کجا میخواین بریم؟ من میرم اداره پلیس. منم باهاتون میام. بهت که گفتم جون تو در خطره. حالا چه با من باشی چه تنها، زود باش لباسات عوض کن و بگیر بخواب. زود باش، هرچی من میگم گوش کن پسر جون. شما هم گوش کنین دیگه. حاضر نیستم حتی یک کلام از حرفای تو رو گوش کنم. اگه تو به جون خودت علاقمند نیستی، من هستم و یکی دیگه، اونم فیروزه است. خدافظ. بذاری؟ میخوایی فرار کنی؟ نه، من میترسم، میترسم. میترسی؟ از چی؟ از این میترسی که همراه من به چوبه یه دار بری؟ تو رو خدا فلان کن، من مادر دوتا بچه هستم، به اونا رحم کن. خواهش میکنم. چرا تو این چند سالی که معشوق من بودی به فکر بچه ها نبودی؟ حالا که حسابی من رو دوشیدی؟ تو هر جنایت و قتل دستم رو آلوده کردی؟ به فکر بچه ها افتادی؟ این تو نیستی که به راحتی میتونی جون سالم در ببری. تو این جنایت ها شریک بودی. اگه قرار بشه بالای چوبه یه دار برم، تو هم با من میای. دیدی؟ آره فهمید. خواهش میکنم منو آزار نده، من که به تو بد نکردم. ساکت! حالا دیگه باید خودم رو برای آخرین قدر حاضر کنم. از اینجا تکون نمیخوری تا جسم بی جون شاهین رو با هم دیگه منتقل کنیم به بهشت و با دست تو به خاکش بسپریم. زیاد نراحت نباش، بعد از این میتونیم زندگی بی سر و صدایی داشته باشیم، به شرط این که همیشه ساکت باشی. اینطور بهتره نه؟ تمام حرفات به من کاری نداشته باش. قسم میخورم هر چی بپرسی بهت بگم، من بی تقصیرم.
آقای کارگاه، لطفاً به حرفای این خانم گوش کنید. گوشی خدمتون. آقای کارگاه سلام. به خدا قسم تمام این کارا زیر سر کمال دین خانه. باور کنین من این وسط هیچ تقصیری ندارم. من 2 سال قبل با کمال دین خانه آشنا شدم. هر وقت میرفت شمال منم برای سرگرمی با خودش میبرد. پارسال همین موقع اتفاقی افتاد که همیشه ازش وحشت دارم. سری من نگاه میکنی. زود باش بیا کمک کن. اینا از اینجا ببین. زود باش بیا ببینم. بلندش کن. یک لحظه جسد بیجان همسر کمال دین خان روی زمین افتاد. برای اینکه جسد رو قایم کنیم کمال دین خان تصمیم گرفت اونو توی جنگل ببره و دور از همه چیز دفنش کنه. هر دو با هم حرکت کردیم. معذرت میخوام آقا، جاده این طرف ریزش کرده، راه بند اومده. لطفا از اون جاده تشریف ببرید. خیلی متشکرم تش. تو خاکا رو روش بریز، من الان برمیگردم. کمال الدین خان مجبور شد اونو تعقیب کنه و بعد که اومد دنبال من تمام ماجرا رو که اتفاق افتاده بود برام تعریف کرد. اون برای حفظ آبرو و حیثیت خودش مجبور بود کسانی رو که به اسرارش پی برده بودن از بین ببره. اون تو درد سری افتاده بود که راه بازگشت نداشت. شاهین در رو باز کن، خواهش میکنم در رو باز کن. شاهین باز کن، ازت خواهش میکنم. در
کاری ندارم، فقط میخوام بهت بگم که مرگ همسر کمال الدین خان باعث شد که به دنبالش شوهرم برای همیشه ساکت کنه، اما ماجرا بازم همینجا تموم نشد. کمال الدین خان متوجه شد که شاهین بله، برای کمال الدین خان خیلی ناراحت کننده بود که شخصی به نام شاهین در جستجوی قاتل شهره و کشف حقیقت باشه. کمال الدین خان برای اینکه شاهین به اون گفته بود که اسراری راجع به مرگ شهره میدونه و خیال داره همون شب یا فرداش بیاد پیش شما و هر چی که میدونه به شما بگه، تصمیم گرفت اونو برای همیشه ساکت کنه. و موقعی که شاهین به اتاق فرشته رفته بود، از پشت پنجره کمال الدین خان گلوله‌ای به طرفش خالی کرد، ولی به جای شاهین فرشته کشته شد. یک کمی دیر رسیدین. کمال الدین خان که به ضرب دوتا گوله به دست شیلا مجروح شده بود، از پنجره اتاق به کف حیات پرت شد و خود شیلام که در حال مرگه اون بالا افتاده. فوراً توسط بیسیم اطلاع بدید که آمبولانس بفرستن. شما برید بالا خانم شیلا رو بیارید. خواهش میکنم به حرفای من گوش بدید. خواهش میکنم. تمنا میکنم اینایی که میگم بنویسید. بنویسید هیچ کس در این ماجرا مقصر نیست. این وصیت‌نامه منه که در واپسین مرگ با صداقت میگم. لحظات کنه و نو، درد و لذت، بیم و شادی، اینقدر در هم و بر هم بودن که من گاه در جهنم بودم و گاه در بهشت. شیلا، این مرغ جهنمی که در زندگی من ظاهر شد، بالاخره منو با خودش برگردوند به جهنم، همون جایی که اصلا انتظارشو نداشتم.
شاهین، بگو ببینم هنوزم از من خوشت میاد؟ راحت شدم. بنویسید من کلیه ثروتمو تقدیم شاهین و فیروزه کردم. لطفا بدید من امضا کنم. رنگ‌ها یه پارچه سفید بیارید. چشم. بعضی وقتا همه چیز چنان به صورت عوض میشه که آدم تعجب میکنه. خب آقای شاهین، ما با شما کاری نداریم. شما چی؟ نه متشکرم، من میخوام چند لحظه تو این قصر وحشت تنها بمونم. شاید بتونم خاطره های خودم رو همینجا بکشم. بسیار خوب، موفق باشید. هنوزم از من خوشت میاد؟ یعنی تو این مدت اون از همه چیز باخبر شده؟ فهمیده که من قاتل خواهرش نیستم؟ میدونم به چی فکر میکنی، ولی من از همه چی باخبر شدم. آره، کارگاه بهم گفت دوستت دارم. شد به خدا دوستت دارم. چی گفتی؟ میگردم افتاد. آره خیلی هم خوشم میاد. شاهین شاهین من آمدم کیکی گوشتتا ببرم. پسر تو اینجا چی کار میکنی؟ شایق شما ایست نه پس چی خیلی کردی ها؟ مربان زنانش این همو زنانه پرسلیه که با کیم زد یک کلیم من میرفت منو بگوشه بازم بخواه بگوشه من رفتم جنازه نمیخواه خانده میگونه برای من بازم زن بازم
عجب کلکه خوش بینه پسر خوش بینه چه چه آی با تو هستم نه آخه برو ماشین روشن که ببینم زود باش خیلی خوشه بابا نه آخه پاک از حال رفته سنگینه برو بالا بالا برو بالا بالا بکن Yeah.